مشت سنگین واقعیت وقت رونالدو نیست. یک خرید بزرگ، یک فروش دردناک. نخستین قربانی امبپه در رئال. مورینیو دوباره ایتالیا را آتش زد. رکورد باور نکردنی ستاره جدید رئال. عجب خریدی. ظهور مجدد پدری در بهترین زمان. آغاز مذاکرات. ستاره ژابی آلونسو در راه رئال. اخراج ژاوی از بارسلونا منطقی بود. لوئیس فان خال اخراج ژاوی با توجه به اصلی که در باشگاه‌های بزرگ وجود دارد را منطقی عنوان کرد. از لوئیس فان خال در مورد اخراج ژاوی هرناندز از مربیگری بارسلونا پرسیده شد و او یادآور شد که در باشگاه کاتالان مهمترین چیز دستیابی به نتایج خوب است. سرمربی هلندی سابق بارسا بابی رابسون مربی بارسا در فصل 1996-97 را یادآور شد تا توجه کند که بارسا گاهی اوقات یک باشگاه بی‌رحم است. اخراج ژاوی این منطق بارسلونا است و شما همیشه مجبور به پیروزی هستید. این باشگاه ها این گونه هستند. شاید به نظر چنین تصمیمات خوب باشد، اما فکر نمی کنم همیشه این طور باشد. در بارسلونا باید نتایج خوبی کسب کنید. در دو سال اول ما قهرمان لالیگا شدیم. در سال سوم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسیدیم، ولی قهرمان لیگ نشدیم. با این وجود برای مدیران کافی نبود. شما موظف به قهرمانی هستید. اخراج مربی در صورت عدم کسب قهرمانی شاید تصمیم درستی باشد، ولی معتقدم همیشه این طور نیست. مورینیو دوباره ایتالیا را آتش زد. مصاحبه اخیر جوز مورینیو در مورد کیفیت فوتبال ایتالیا و بازیکنان ملی پوشش خشم مردم این کشور را به همراه داشت. جوز مورینیو سرمربی جدید فنرباخچه دیدار دوستان پرتغال و کرواسی در ورزشگاه ناسیونال را کارشناسی کرد. دیداری که با برتری 2-1 کرواسی به اتمام رسید. در پایان بازی اظهارات او علیه تیم ملی ایتالیا باعث ایجاد جنجال در این کشور شد. مورینیو که جنوری توسط روم اخراج شد، فوتبال ایتالیا را فاقد استعدادهای با کیفیت می‌داند. مورینیو در پاسخ به سوالی درباره مدیران قهرمان جام ملت‌های اروپا گفت: من هم مثل بقیه پرتغال، فرانسه، انگلیس، آلمان و اسپانیا را مدعی می‌بینم. ایتالیا و دفاع از عنوان قهرمانیش. در این نسل فوتبال ایتالیا من استعداد بزرگ نمی‌بینم. ایتالیا به اندازه کافی بازیکن با کیفیت برای بردن جام ندارد. اظهاراتی که در ایتالیا به شدت با انتقاد روبرو شده و نه تنها کارشناسان فوتبال این کشور علیه مورینیو موضع گرفتند که موج کامنت‌های منفی نیز علیه جوزه در شبکه‌های اجتماعی سرازیر شد. ظهور مجدد پدری در بهترین زمان. ستاره بارسا برگشت است. درخشش پدری و دبلیو برابر ایرلند شمالی بهترین خبر ممکن برای تیم ملی اسپانیا در آسان یورو 2024 بود. اسپانیا شب گذشته موفق شد در مایورکا و در یک بازی دوستان تیم ایرلند شمالی را 5-1 شکست دهد. پدری با گلزنی در دقایق 12 و 29 ستاره لاروخا و بهترین بازیکن تیم بود. هافبک بارسا پس از فصل مایوس کننده با مصدومیت شدید در بهترین زمان ممکن برگشته و حالا میتواند کمک بزرگ برای اسپانیا در یورو 2024 باشد. این بهترین خبر ممکن برای لوئیس دی لا فوئنته بود. پدری در پایان بازی گفت: بخصوص خوشحالم برای عمل کرده تیم و واکنشی که به گل خوردن نشان دادیم. خیلی زود دروازه ما باز شد، ولی نشان دادیم برای یورو کاملا آماده هستیم. بی نهایت برای گلدنی در این بازی انگیزه داشتم و حالا خیلی خوشحالم. در ماهای اخیر تلاش زیادی کردم تا در مقطع پایان فصل بتوانم به بارسا و تیم ملی کمک کنم. در فصل گذشته دو بدشانسی بزرگ به من رو کرد، ولی دست از تمرین بر نداشتم. حالا میتوانم ادعا کنم که پدری برگشته است. آغاز مذاکرات. ستاره ژابی آلونسو در راه رئال. باشگاه رئال مادرید قصد دارد به صورت جدی برای به خدمت گرفتن فلورین ورتز اقدام کند. درخشش ورتز در ترکیب با لورکوزن که امسال عمل کرده خیره کننده را به نمایش گذاشت و نتایج بسیار خوبی را به دست آورد، توجه بسیار از باشگاه بزرگ اروپایی را به خود جلب کرد و گفته شده بود که چند باشگاه با دقت شرایط او را زیر نظر دارند. نام دو باشگاه بارسلونا و رئال مادرید هم در این فهرست به چشم میخورد، اما حالا به نظر میرسد که مدیران رئال قصد دارند به صورت جدی برای توافق با این بازیکن و به خدمت گرفتن او اقدام کنند. هرچند گفته میشود که برنامه اصلی آنها انتقال او به سانتیاگو برنابئو در پنجره نقل
نقل انتقالات تابستانی سال 2025 است. روزنامه مارکا خبر داده که به خدمت گرفتن این ستاره آلمانی ممکن است نزدیک به 150 میلیون یورو هزینه برای رئال به دنبال داشته باشد. اما مدیران این باشگاه مشکلی با پرداخت این مبلغ نخواهند داشت. هرچند باید اول با این بازیکن به توافق برسند. این در حالی است که روزنامه همچنین مدعی شده که ورتز علاقه بسیار زیادی به پوشیدن پیراهن رئال دارد و به نظر می‌رسد که توافق بین این دو طرف عملا انجام شده است. مدیران این باشگاه از مسیری که روند جذب او در آن قرار دارد کاملا راضی هستند و تا حد زیادی از این که او قرار است در تابستان آینده به این باشگاه ملحق شود اطمینان دارند. رکورد باور نکردنی ستاره جدید رئال، عجب خریدی. اندریک ستاره برزیلی رئال مادرید بار دیگر توانست برای تیم ملی کشورش گلزنی کند. تیم ملی برزیل روز گذشته در دیدار دوستانه و در آستانه آغاز رقابت های کوپا آمریکا به مصاف تیم ملی مکزیک رفت و موفق شد در دیدار تماشایی و پرگل با نتیجه 3-2 این تیم را شکست بدهد. این بازی در وقت قانونی با تساوی 2-2 دنبال می شد و در حالی که همه منتظر شنیدن صوت پایان بودند، این اندریک بود که بار دیگر توانایی و مهارت خارق العاده اش در باز کردن دروازه حریف را بر رخ کشید و توانست گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر برساند. این بازیکن که قرار است از فصل آینده در ترکیب رئال مادرید به میدان برود، حالا رکورد جذاب و درخشان را در 18 سالگی با پیراهن تیم ملی کشورش به ثبت رسانده است که نوید آینده روشن را برای او می‌دهد. این ستاره برزیلی تا به حال در هر 30 دقیقه یک گل برای برزیل به ثمر رسانده است. هواداران رئال مادرید از اینکه فلورنتینو پرز چنین نوجوانی را به خدمت گرفته بسیار خوشحال هستند و امید بسیار به آینده او در سانتیاگو برنابئو دارند و به نظر می‌رسد که باید منتظر ظهور بازیکن دیگر از برزیل در حد و اندازه وینیسیوس جونیور و شاید حتی بالاتر از او باشیم. یک خرید بزرگ، یک فروش دردناک. نخستین قربانی امبپه در رئال. اولین تعویضی کارلو آنچلوتی و کسی که معتقد است سر حق او کم لطفی شده قصد ماندن دارد، ولی او بهترین جانشین برای گریلیش در سیتی هست. علاقه گواردیولا و پی اس جی نظر رودریگو را تغییر نمیدهد. اما در مورد رئال مادرید چطور؟ تاریخ نشان داده که رئال بعد از جذب یک فوق ستاره فروش غیر منتظره و دردناک هم داشته است. هم منچستر سیتی و هم تیم سابق کرین امباپه به این برزیلی چشم دوختند، اما او علیرغم برخی سوء تفاهم ها نمیخواهد برنابئو را ترک کند. بله، اما خب هر چیزی ممکن است در فوتبال اتفاق بیفتد. این را خود رودریگو اخیرا گفت. من اینجا قرارداد دارم و سالهایی که اینجا بودم برایم لذت بخش بودم، اما کسی از آینده خبر ندارد. این پاسخ مشکوک رودریگو در مصاحبه با دنز به این سوال بود. تمام اروپا شما را دوست دارند، اما آیا شما دوست دارید برای همیشه در رئال مادرید بمانید؟ پاسخ رودریگو به عنوان نشانه از این که این بازیکن برزیلی به طور جدی در حال فکر کردن به جدایی از باشگاه است تعبیر شد. حتی اگر در طول مصاحبه او 5 بار گفت من میخواهم در این باشگاه باشم. مجله جیکیو از فرصت استفاده کرد و مصاحبه ای از قبل انجام شده با او را درست قبل از فینال لیگ قهرمانان منتشر کرد که در آن بازیکن مادریدی گفت منچستر سیتی بهترین تیم جهان است. مشت سنگین واقعیت، وقت رونالدو نیست. یک بار دیگر ثابت شد که غیبت رونالدو در ترکیب ثابت پرتغال میتواند چه ضرری برای این تیم داشته باشد. پرتغال با هدایت روبرتو مارتینز جز 4 یا 5 تیم است که کاندیدای قهرمانی جام ملت‌های اروپا هستند. بعد از یک جام جهانی کابوسفار، پرتغال با مربی جدیدش روبرتو مارتینز اوج گرفت و با برد‌های متوالی امید را به پرتغالی‌ها برگرداند. تکرار قهرمانی سال 2016 رؤیای مردم این کشور است، اما خوشبینی‌ها پس از شکست پرتغال در بازی دوستانه دیشب مقابل کرواسی کاهش یافت. شکست بدون حضور رونالدو در میدان، یک باخت نامید کننده برای پرتغالی ها که دلتنگ بزرگترین ستاره خود شدند. کریستیانو رونالدو مانند دیگر بازی دوستانه مقابل فنلاند استراحت کرد، ولی پرتغال به شدت دلتنگ او شد. یک ضربه واقعی برای پرتغال که تسلیم یک رقیب بزرگ شد. گونچالو راموس و ژائو فلیکس در نقش جانشین CR7 غرق شدند. در این بین فقط دیگو ژوتا در سطح خوب بود. البته که شکست پرتغال مقابل کرواسی نگران کننده و پایان دنیا نیست، اما وابستگی به رونالدو نگران کننده است. پرتغال با وضوح ترقیه به رونالدو در مترهای پایانی و تمام کنندگی مشکل دارد. کریستیانو که ششمین جام ملت‌های خود را تجربه خواهد کرد، به عنوان نیمکت نشین به آلمان سفر نمی‌کند.
او در دو بازی آخر جام جهانی 2022 بازیکن تعویضی بود، اما اکنون برای روبرتو مارتینز یک ستاره حیاتی است. کریستیانو آماده است تا به تیم کمک کند و تمام تلاشش را برای قهرمانی نشان دهد. هیچ بازیکن دیگری در فوتبال جهان از درآمدگی گلزنی به اندازه رونالدو موفق نبوده است. 144 گل در 45 مسابقه برای النصر گویای همه چیز است. نقش او در تیم ملی حالا فراتر از فوتبال است. او یک نماد و یک اسطوره برای پرتغالی هاست.